به گفته یک مقام کاخ سفید، حل مسائل خاورمیانه بستگی به نتیجه مذاکرات اتمی با ایران برای احیای برجام دارد. مذاکراتی که نزدیک به 4 ماه است به خاطر خواسته های ایران که آمریکا آن را بی ارتباط با برجام می‌داند، در لحظات پایانی به بن‌بست رسید. ایران امروز اعلام کرد که تماس با انریک مورا میانجی مذاکرات برقرار است، اما هنوز زمان و مکانی برای جلسه دیگر تعیین نشده. برای جزئیات بیشتر گیتا آریان از وزارت خارجه آمریکا با ماست. گیتا، با توجه به این گفته ایران، پس اونا هنوز آماده اعلام ختم مذاکرات نیستن. دولت بایدن چطور؟ از دولت بایدن و به خصوص از وزارت خارجه آمریکا بارها و بارها شنیدیم که میگن تا زمانی که احیای برجام منافع پیمان عدم اشاعه تسلیحات اتمی رو تامین میکنه، دولت بایدن آماده نهایی کردن این مذاکرات هست. حالا در چه مرحله این منافع از بین میره هیچ وقت توضیح نمیدن، تشریح نمیکنن، فقط میگن که یک مسئله فنی هست، مسئله فنی در فعالیت های اتمی ایران که تعیین میکنه که چه زمان دیگه اون منافع تامین نمیشه. به هر حال از پاسخ جان کربی در مصاحبه با صدای آمریکا برمیاد که فعلا هنوز دولت بایدن آماده نهایی کردن اون مذاکرات هست. There is a deal that we have agreed to and that our partners have agreed to. توافقی موجود است که ما و شرکا با آن موافقت کرده ایم و حالا بستگی به ایران دارد که آن را بپذیرد. رئیس جمهوری کماکان معتقد است دیپلماسی و سازش بهترین راه برای حرکت به جلو است و اینکه حل هیچ مشکل خاورمیانه با ایرانی مجهز به سلاح اتمی ساده تر نخواهد شد. خب وزارت خارجه آمریکا در انتظار هست که ببینه گفتگوهای مورا با تهران برای تعیین یک زمان و مکان برای جلسه دیگه نتیجه میده یا نه. حالا باید دید اگه جلسه دیگه هم تعیین بشه، آیا باز ایران روی خواسته های فرابرجامی خودش اصرار داره یا نه، چون به گفته راب معلی مذاکره کننده آمریکا همون اون مسائل بود که به نظر اون مایوس کننده بود تکرارش در جلسه دوحه. مریان، فرانسه هم تاکیدش روی همون متن تهیه شده در وین و دیروز گفته فقط چند هفته برای ایران باقی مونده که اون متن رو قبول کنه. اما به نظر نمیرسه آریان که ایران چنین نظری داشته باشه. در واقع عملا امروز رئیس جمهوری ایران گفت که اصلا قبول ندارن که اون خواسته هاشون فرابرجامیه و اینکه فکر میکنن که این خواسته شون حق و منطقیه و عقب نشینی هم نخواهن کرد. در این حال سخنگوی خب وزارت امور خارجه ایران گفت که مورا با باقری در تماس از طرف دیگه، همطور که گفتم آمریکا هم تاریخ تقویمی تعیین نکرده برای پایان مذاکرات. به هر حال علی باقری در این بین توییت کرد امروز که با معاون اول وزیر خارجه کره که صحبت کرده تلفنی، از اون خواسته که پولهای مسدود شده ایران رو آزاد بکنه، در غیر این صورت مذاکرات رابطه اونها عادی نمیشه. اما میدونیم که اون پول به خاطر خروج دولت ترامپ از برجام دوباره مسدود شد، بنابراین بستگی به احیای برجام داره. آریان، گیتا آریان از وزارت خارجه با ما.